سلام و درود، سلام و درود خدمت همه عزیزا. امیدوارم حالتان عالی، پرفکت، فوقلاده و شاد و پر انرژی باشین. خوش آمد میگم تک تک تانا یک بار دیگر به برنامه میم ساعت مطالعه از انستاگرام و همچنان کسایی که این ویدیوها را بعدا تماشا میکنن از کانال یوتیوب ما. و تک تک تون خوش آمد میگم، آرزوی خوشبختی، آرزوی موفقیت، آرزوی سعادت دارم براتون و مطمئن هستم که تا این دم همه چیز فوق‌العاده سپری شده و میاییم یک ساعتی از شبم که کنار هم جمع میشیم و مطالعات در مورد کتاب‌های بسیار خوبی را مورد مطالعه قرار میدیم، مطمئنم ازش بهره میبریم و ازش درس‌های خوبی را میگیریم. خوش آمد میگیم بازم کسایی که به صورت لایف در برنامه اشتراک میکنن از انستاگرام و عزیزایی که بعدن ویدیوها رو دنبال میکنن و همچنان عزیزایی که بعدن این ویدیوها رو تماشا میکنن در هر جای دنیا هستین، ما از طریق این برنامه بهترین کتابها و نایابترین کتابها رو مطالعه میکنیم در عرصه های مختلف زندگی. شما میتونین ازش همیشه و همیشه بعدن ازش استفاده بکنین. و یکی از دلایل برنامه ها همین داستان های امشب است که واقعا یک حقیقتی است که باید هممون بپذیریم و او مرگ است. خیلی جالبه، میگه حقیقت این کار ناپذیر شدنی است، ای که تو یک روز از دنیا میری، این رو باید بپذیری. وقتی رو بپذیری زندگیت خیلی بر ارزشمند میشه. کتابی که فعلا میخوانیم کتاب سوپ جوجه برای روح است از جناب جک کانفیلد امرای مارک ویکتور هنسن که با هم یک جای کتاب نوشتن. 84 داستان کتاب برای تلطیف و تقویت روح هست که ابتدا در بخش عشق هست و بعد در بخش داستانهای پدر و مادری هست و بعدم در بخش تعلیم و تربیه. و حالا رسیدیم به قسمت 11 هم و این داستانهایی که این شبها میخوانیم در مورد مرگ است. بیاین از صفحه 179 آغاز کنیم. میگه وقتی که هیچ عبارت مناسب به نظر نمی رسد، گوش کنین، میگه شاید آنها ستاره نیستن بلکه روزنه های از بهشتن که عشق عزیزان از دست رفته ما از میان آنها جاری است و بر ما می درخشن تا نشان دهن که خوشحالن. ملهم از یک افسانه اسکیمویی. من نخواهم گفت که میدانم چی میکشی، چون نمیدانم. من عزیزان زیادی همچون پدر و مادر، پدر بزرگ و مادر بزرگ، عمه‌ها، عموها و دوستانم را از دست دادم، اما هرگز فرزندم را از دست ندادم. به همین خاطر چگونه میتوانم بگویم که کاملا احساس شما را درک میکنم و میدانم که چی میکشید. من نخواهم گفت شما بر این مشکلتان غلبه خواهید کرد، چون غلبه نخواهید کرد. زندگی ناگزیر از ادامه است. زندگی ناگزیر از ادامه است. شستشو، پخت و پز، جاروکشی، گردگیری و دیگر کارهای سخت و طاقت فرسای روزمره زندگی دست به دست هم خواهند داد تا ذهن شما را از عزیزترین فردتان دور نگه دارن، در حالی که رنج و درد کماکان در قلبتان باقی خواهند ماند. من نخواهم گفت سایر فرزندانتان تسکین دهنده درد و آلامتان خواهد بود، چون امکان دارد که چنین نباشد. بسیاری از مادرانی که من با آنها صحبت کردم اقرار کردند که خلق و خویشان پس از مرگ یک فرزند نسبت به سایر فرزندان تغییر کرده است. حتی برخی از آنان با مشاهده این که بقیه فرزندان زنده و سالم هستند و آن یکی مرده است احساس خشم و انزجار می کنند. من نخواهم گفت ولش کن بابا، شما به اندازه کافی جوان هستید که دوباره صاحب یک فرزند دیگر شوید، چون این گفته و تحقق آن تغییری در وضع شما نخواهد بود. نوزاد نورسیده نخواهد توانست جایگزینی بچه شود که او را از دست داده اید. نوزاد نورسیده ساعات زندگی شما را پر خواهد کرد،
سرتان را مشغول و شبهای زیادی بیدارتان نگه خواهد داشت، اما هرگز جای خالی بچه ای را که از دست داده اید پر نخواهد کرد. شاید همه این حرفهای پیش پا افتاده بیمزه و فاقد لطف را از دهان دوستان یا نزدیکانتان بشنوید. این افراد به زعم خود دارن به شما کمک فکری می کنن. آنها حرف دیگری برای گفتن ندارن. درست در چنین لحظاتی است که شما خواهید فهمید که دوستان واقعی شما چه کسانی هستند. بسیاری از این دوستان و نزدیکان از شما دوری خواهند جست، زیرا شهامت رویارویی با شما را نخواهند داشت. برخی دیگر در مورد آب و هوا، تعطیلات و کنسرت و غیره با شما سخن خواهند گفت، اما هرگز حرفی در مورد اینکه شما چگونه با مشکلاتتان دست و پنجه نرم میکنید به میان نخواهند آورد. پس بنده چه خواهم گفت؟ بنده خواهم گفت من اینجا هستم، علاقه‌مند به شما در هر زمان و هر جایی که بخواهی. من با تو از کسی سخن خواهم گفت که دوستش می‌داری. ما با یادآوری خاطرات خوبی گذشته با هم خواهیم خندید. من از بدرازا کشیدن دوران غم و غصه ای تو خسته نخواهم شد و نخواهم گفت که احساساتت را کنترل کنی. نه، من نمیدانم که تو چی میکشی، اما شاید با هم دردی بتوانم به ذره ای از دردها و رنجای تو آگاهی پیدا کنم. شاید تو نیز بدین سان احساس و آرامشی بیشتری بیابی و دریابی که چگونه به تدریج از درد و غم خودت بکاهی. سری به من بزن. نوشته یک پرستاری بیماری های کودکان. داستان بعدی، گل سرخ بیخار. مهربانی زبانی است که لال قادر به تکلم آن و ناشنوا قادر به شنیدن آن است. کریستین نستل بوف. جمله فوق‌العاده بود، باید دوباره تکرارش کنیم. مهربانی زبانی است که لال قادر به تکلم آن و ناشنوا قادر به شنیدن آن است. نوجوانی که یک جعبه گیتار در دست داشت در خیابانی میپل سوار اتوبوس بعد از ظهر مدرسه شد. او که آشکارا ناراحت می نمود یک صندلی خالی پیدا کرد، ته جعبه گیتار را روی کف اتوبوس گذاشت و آن را به کمک بازوی خود به صورت عمودی نگه داشت. با نگرانی به اطراف نگاهی انداخت، سرش را به گیتار تکیه داد و از بیقراری شروع به تاب دادن پای خود به جلو و عقب کرد. میلانی به او نگاه کرد، او را نمی شناخت، اما از نگاه‌هایش استنباط کرد که او آدم خلوزی است. کتی دوست میلانی سرش را از روی کتاب بلند کرد و در حالی که به میلانی نگاه میکرد گفت: مگه نمی شناسیش؟ کارل دیوانه است، مخش تاب داره. میلانی موهای روشن خود را بالا انداخت و پرسید: کارل دیوانه کیه؟ مگه همسایه دیوار به دیوار تو نمیشناسی؟ همسایه دیوار به دیوار من؟ چند وقت پیش خانواده به نام بل به همسایگی ما اسباب کشی کردن. اونا رو روزی که عازم گردش بودن دیدم. درسته، اسمش همونه، کارل بل. اتوبوس از زیر درختان بلند خیابان علم گذشت. کتی و ملانی به تازه وارد و جعبه بزرگ گیتارش خیره شدند. موقع راننده نام ازگای سکامور را اعلام کرد، تازه وارد ناشیانه جعبه گیتارش را برداشت و از اتوبوس پیاده شد. ملانه همیشه در این ازگاه پیاده می شد، اما این بار از جای خود تکان نخورد. هنگامی که اتوبوس مجدداً برای افتاد، میلانی زنگ اتوبوس را به صدا در آورد تا در ازگاه بعدی پیاده شود. خداحافظ کتی. میلانی دوان دوان به طرف خانه دوید، از پله ها بالا رفت و وارد منزلشان شد و با صدای بلند از مادرش پرسید: مادر، این دیوانه ها تو همسایگی ما زندگی میکنن؟
مادر از آشپزخانه بیرون آمد و وارد حال شد و گفت: ملانی، تو نباید کسی را دیوانه خطاب کنی. بله، خانواده بل یه پسر عقب افتاده دارن. امروز صبح پیش خانم بل بودم و او همه چیز و در مورد پسرش کارل به من گفت. طفلک قادر به صحبت نبوده و نیست. او از آریزه مادرزادی قلب و ناراحتی عصبی رنج میبره. از مادرزادی قلب و ناراحتی کلن هم از قلبش و هم ناراحتی عصبی رنج میبره. پدر و مادرش یک معلم خصوصی براش گرفتن تا شاید طفلک بتواند با شرکت در کلاس های گیتار به نوی هماهنگی در وجود خود دست یابد. ملانی با تعجب فریاد زد: در بدترین جا، درست بغل خونه ما؟ او پسر خجولی هست. تو باید مثل یه همسایه با اون برخورد کنی. هر وقت که دیدیش فقط یه سلام بکن. اما او با اتوبوس مدرسه رفت و آمد میکنه. بچه ها هم سر به سرش میذارن و میخندن. مادرش نصیحت آمیز به او گفت: مواظب باش، تو از این کارها نکنی. یک هفته پیش بود که کارل دوباره سوار اتوبوس شد. ملانی فکر کرد که کارل او را به جا آورده است. به همین خاطر با اکراه به او سلام کرد. بعضی از بچه ها ادا در آوردن و پچ کردن. چیزی نگذشته بود که تکه های ریزی کاغذ که از دهان بچه ها پرتاب می شد در هوا به پرواز در آمدن. راننده فریاد زد: آروم باشید. کارل پایش را تاب می داد. هر موقعی که یکی از گلوله های کاغذی به او اصابت می کرد از جا می پرید. هنگامی که گیتار کارل به زمین افتاد، راننده با لحنی هشدار دهندهی به آنان نصیحت کرد که آرام باشند. سکوت حکم فردا شد، اما شوخی همچنان ادامه داشت. بچه هایی که پشت سر کارل نشسته بودند با فوت کردن های ممتد پشت هم، موجبی سیخ سیخی شدن موهای پشت سر کارل می شدند. آنها تصور می کردند که کارشان خیلی بامزه است. موقعی که خیابان سکامور از دور پیاده شد کارل از جا پرید، زنگ را به صدا دار آورد، بند گیتارش را روی شانهش انداخت و به طرف در خروجی اتوبوس برآ افتاد. در این لحظه جعبه گیتار تاب برداشت و به گردن چک ویلسون اصابت کرد. کارل در حالی که هنوز جعبه گیتارش را به دنبال خود میکشید به طرف در هجوم برد. وقتی که چاک به او رسید با مشت ضربه‌ای به او زد. بند گیتار پاره شد و جعبه پایین لغزید و داخل جوب افتاد. کارل تلو تلو خاران از اتوبوس پیاده شد و به طرف پایین خیابان دوید بدون اینکه گیتارش را بردارد. ملانی میخکوب روی صندلی خود نشست. او رو به کته گفت: من دیگر هیچ وقت اینجا پیاده نمی شوم. او بار دیگر منتظر ماند تا در اسکای بعدی پیاده شد و دوباره به اسکای سکامور بازگشت. جعبه هنوز همانجا توی جوب بود. ملانی از کنار آن گذشت و به طرف منزلشان روانه شد. با خود اندیشید: چی آدمی؟ مگر من مرتکب چه گناهی شدم که باید همسایه‌ای مثل او داشته باشم؟ ملانی به نصفه های راه رسیده بود که وجدانش به خاطر جا گذاشتن گیتار کارل تحریک شد. هر لحظه امکان داشت که کسی آن را بردارد. او برای برداشتن آن بازگشت. بند جعبه پاره شده بود و دستگیره آن شکسته بود. به همین خاطر ملانی مجبور شد که گیتار و کتابایش را زیر دو بازوی خود حمل کند. او با خود اندیشید: چرا این کار را میکنم؟ و به خاطر آورد که خنده بچه ها و کارل واقعا وحشتناک بود. قبل از اینکه ملانی قادر به صدا در آوردن زنگ در باشد، خانم بل در را باز کرد و گفت: ملانی، از دیدنت خیلی خوشحالم. بگو ببینم چی شده. کارل به قدر ناراحت بود که یک راست به اتاقش رفت و این را گفت و جعبه گیتار را گرفت و آن را روی یک صندلی ها
یک روی یک صندلی ها گذاشت. ملانی مایل نبود که همه جریان را برای خانم بل تعریف کند و همین خاطر گفت هیچ اتفاقی نیفتاده، فقط یه حادثه کوچولو بود. کارل گیتارش رو جا گذاشت و من فکر کردم بهتره بیارمش خونه. کارل پس از این حادثه دیگر سوار اتوبوس مدرسه نشد. پدر و مادرش او را به کلاس گیتار می بردن. ملانی او را تنها مواقعی می دید که او در باغچه پر از گل سرخشان کار می کرد. زندگی می بایست راحت سپری می شد. خیلی راحت تر سپری می شد. اما بچه ها هنوز دست از آزار کارل بر نمی داشتن. آنان دور و بر حیات خانهش می پلکیدن. برایش بلود پرتاب می کردن و این آواز را می خواندن. کارل دیوانه، سلطان گیتار، میره مدرسه، موزیک میخونه اما بلد نیست چیزی بخونه. میره میخوندن آزارش میدن. کارل در یک روز گرم و آفتابی روی علفهای حیاتشان نشسته بود و نوشابه میخورد که بچه ها سر رسیدن و شروع به خواندن آواز کردن. درست در لحظه ای که ملانی از پنجره خانهشان به بیرون نگاه میکرد، صدای شکسته شدن بیتری نوشابه در پیاده روی که بچه ها در آن جمع شده بودند به گوشش رسید. روزی بعد کتی در مدرسه به ملانی گفت شنیده ای که کارل دیوانه بچه ها را با شیشه نوشابه لتو پار کرده؟ ملانی گفت اینجوری که اینا با اون رفتار میکنن جای تعجب نیست. کتی با عصبانیت گفت تو طرفدار کی هستی؟ من طرفدار کسی نیستم، اما دیدم که داشتن اذیتش میکردن. کیتی نشدار گفت شرط میبندم که اونور نرده های دستاتون تو دست همه. زور توی صف کافتریا یکم کلاسی رو به ملانی گفت اگه دوست داری با کارل دیوانه مهمانی بری خیلی خوشحال میشم که میونه اتو با جیم به هم بزنیم. میونه تو یعنی روابط تو با جیم به هم بزنم. قبل از تمام شدن کلاس هم روی تخته سیاه نوشته بودن ملانی عاشق کارل دیوانه است. ملانی خیلی به خود فشار آورد تا خودش را تا رسیدن به خانه کنترل کند. به محض وارد شدن به منزل بغضش ترکید و زد زیر گریه و گفت مادر بهت گفتم که بودن یه دیوانه در همسایگی آدم مثل همسایگی با شیطونه. ازش متنفرم. ملانی آنچرا که در مدرسه اتفاق افتاده بود برای مادرش تعریف کرد و افزود خیلی رنجاوره که دوستای آدم به خاطر هیچی سر به سرش بگذارن. سپس فکر در مغز ملانی جرقه زد که تا قبل از آن به مغزش خطور نکرده بود. کارل حتما تو زندگیش خیلی گریه کرده است. مادر این حرف ملانی را تصدیق کرد و گفت در این مورد کاملا مطمئنم. ملانی با خود اندیشید چرا من کارل را اینقدر پست می شمارم؟ یا شاید هم نه، شاید اینجور فکر کردن من در مورد او به خاطر این است که همه در موردش اینطوری فکر میکنن. ملانی اشک چشمانش را پاک کرد و گفت مادر بعضی مواقع دلم می خواهد که مطابق افکار خودم عمل کنم. در ضمن جیم امروز می آید دنبالم، باید موهامو بشورم. ملانی روز آخر مدرسه زودتر از معمول به خانه بازگشت. کارل در باغچه‌ای که غرق گل سرخ بود قدم میزد. او به محض دیدن ملانی گل سرخ چید و دم در منتظر رسیدن او شد. ملانی طبق معمول به او سلام کرد. کارل شاخه گل سرخ را به طرف او گرفت. ملانی برای گرفتن آن دستش را دراز کرده بود که کارل دست دیگرش را جلو او گرفت و سپس خارهای گل سرخ را از ساقهش کند. خار در انگشتش خلید، لحظه روی در هم کشید، خون را با آستین پیراهنش پاک کرد و به کندن خارها ادامه داد. آن شب قرار بود که ملانی به مهمانی برود و همین خاطر عجله داشت تا زودتر به خانه برسد و از آمده بودن لباسهایش مطمئن شود. با وجود این همانجا استاد و منتظر ماند. کارل گل سرخ بیخار را به او داد. ملانی آن را گرفت و کوشید افکار کارل را در قالب کلمات به زبان آورد و همین خاطر گفت متشکرم کارل، حالا دیگه انگشتامو زخمی نمی کنم. ملانی که تحت تاثیر خنده و چاگانی او قرار گرفته بود دست به نوازش
به گونه او کشید، مجددا تشکری کرد و به طرف منزلشان برا افتاد. دمی در خانهشان که رسید برگشت و به کارل نگاه کرد. کارل هنوز همونجا استاده بود و دستش روی گونه بود که ملانی نوازش کرده بود. یک هفته بعد کارل به خاطر خونریزی قلبی درگذشت. آقا و خانم بل هم پس از مراسم تدفین برای مدت خانهشان را ترک کردند. روزی نامی از خانم بل رسید که در آن پیامی ویژه‌ای برای ملانی ارسال شده بود. ملانی عزیز، تصور میکنم که کارل خیلی علاقه داشت که آخرین صفحه دفتر خاطرات خود را به شما نشان دهد. ما او را تشویق میکردیم که روزانه حداقل یک جمله بنویسد، اما در اکثر موارد موفق نمیشدیم. من و آقای بل به خاطر دوستی ایمان با او و در واقع به عنوان تنها دوست دوران جوانی او از شما صمیمانه تشکر میکنیم. با احترام، کارلا بل. آخرین کلمات کارل. ملانی گل سرخ بیخار است. این جمله را نوشته کرده بوده. او هاردینگ. جمله داستان فوق العاده بود. واقعا اگر درک کنیم که یک انسان معلوم نیست چه زمانی میره و امکان داره همین کسی که همراهش همین لحظه هر رابطه‌ای داریم، امکان داره فردا امروز روز آخرش باشن، اگر دشمنتان هم باشن همراهش رفتار خوبی میکنین، قبول دارین؟ هیچ کس نمیرنجانیم اگر واقعا بپذیریم که مرگ حق هست، یک روز سراغمان میاین یا خودمان میریم یا او فردی که همراهش رابطه داریم میره. هدیه پروانه. یک روز جمعه دخترم آدنا زودتر از معمول از خواب بیدار شد. دوتایی روی کف آشپزخانه نشستیم و مشغول ساختن اشکال گوناگونی از قبیل آدم، اسب، سگ و جوجه با خمیر بازی شدیم. بعد از خوردن صبحانه به اتاقم رفتم تا کمی مطالعه کنم. اما آدنا دنبالم را افتاد و گفت: پدر، بیا باز هم یه چیزی درست کنیم. رو به او کردم و گفتم: چشم اسلم، تو اول بگو چه میخوایی درست کنی تا با هم درستش کنیم. آدنا پس از کمی فکر به طرف اومد و گفت: پدر، بیا یه پروانه درست کنیم. مقوایی به اندازه 3x5 اینچ بریدم و نحوی درست کردن بالهای پروانه را به او نشان دادم. او مدت زیادی روی بالهای پروانه خم شد و آنها را رنگامیزی کرد. سپس پایه‌ای برای پروانه درست کردم تا بتواند روی آن بیستد. دخترم آدنا از داشتن چنین پروانه قشنگ به خود میبالید. سرانجام هنگامی که اثر هنری خود را به من نشان میداد به او گفتم: اما عزیزم، پس دهان پروانه کو؟ او مدت روی آن کار کرد و دهانی برای پروانه کشید که زبان آن از گوشه دهانش آویزان بود. هر دو در حالی که پروانه را روی میز من جاسازی میکردیم خندیدیم. سپس دو نفری بیرون رفتیم تا از هوای پاییزی لذت ببریم. اواخر شب آن روز آدنا از خواب بیدار شد و گفت: پدر، سرم درد می کند. انگار حالم خوب نیست. او تب داشت. روز بعد مادرش را پیش دکتر برد. سپس همگی به بیمارستان. جایی که بیماری او را منجیت مغزی تشخیص دادن رفتیم. بیماری او سخت و دردناک بود. 5 پزشک تمام شب برای نجات جان او کشیدن، اما ساعت 6 صبح روز یک شنبه آدنا جان سپرد. زندگی پایان یافته بود. صبح روز بعد سری به اتاق مطالعه زدم تا برخی از مقدمات مراسم خاکسپاری دخترم را مهیا کنم. خسته و عصبی بودم، مایوس و دلشکسته بودم، خودم را به کلی باخته بودم. تمام دوندگی هایم در زندگیم بیهوده و عبث به نظر می رسید و توازن زندگی بسی شکننده. آخر چطور امکان داشت که چنین اتفاق ناگواری به خوبی پیوندد؟ در این لحظه چشمم به آن پروانه افتاد، به آن پروانه غیر قابل باوری که روی میزم قرار داشت، به آن بالهای رنگارنگش، به آن چشمان بزرگ گردش، به آن زبانی که گویا به دنبال دهن کجی و دنیا دهن کجی میکرد و پشت سر همه اینها آسمان یابی قرار داشت.
پروانه نمادی از عشق، زیبایی و دورنمای مثبت از دید از زندگی بود. پروانه هدیه بود از آدینا و من، هدیه ای که ناباورانه در تغییر مسیر زندگی انسان مؤثر می افتد. آدینا چیزهای زیادی از خود بر جا گذاشت. علایم بوسه های پنجره، بوسه هایی که هنگام روانه شدنم به سر کار برایم می فرستاد، هنوز روی پنجره ها باقی است. علایم انگشتان او بر روی جعبه شنی، جعبه ای که به تازگی برایش ساخته بودم. تاب تازه او، تابی که در اثر وزش باد ملایم به این سو و آن سو نوسان بود. اما مهمترین و پرمنیترین هدیه که آدینا برای من جا گذاشت همان پروانه بود. من یک حلقه انگشتر پروانه شکل بر انگشتم میکنم تا یادآوری ابدی اهمیت روابط باشد که ما با افراد مورد علاقه ایمان داریم. زندگی برای زیستن، غمخواری، امیدواری و مشارکت با کسانی بنا شده که دوستشان داریم. زندگی گاهی بسیار کوتاه است، پس بگذاریم پروانه ها همیشه یادآور اهمیت روابط ما با آنهایی باشند که دوستشان داریم. واین پاتن. هومر و ماشین مسابقه ای. حالا داستانم بخوانیم، فکر میکنم تا 6 دقیقه اگه بتانیم تمامش کنیم. یک دلقک همانند یک آسپرین است، با این تفاوت که سرعت عمل او مضاعف است. گروچو مارکس. طی بازدیدی از بیمارستان کودکان استفان ورد در پالو آلتو کالیفرنیا، اسماس بچا کالیفرنیا، موفق شدم در سالن بزرگ تفریحات سالم آن یک برنامه 30 دقیقه‌ای برای کودکان اجرا کنم. پس از آن به دیدار کودکان شتافتم که قادر به ترک اتاق خود و حضور در برنامه نبودند. پس از پایان این کار آمده عزیمت می شدم که زن جوانی به طرفم آمد و از من خواست که در صورت امکان سری به بخش مراقبت های ویژه بزنم و دیداری از پسر 6 ساله او داشته باشم. پسر علاقه شدیدی به دلقک ها داشت، اما به خاطر ابتلا به بیماری سرطان در حال مرگ بود و چند روزی از زندگی او باقی نمانده بود. در حال ورود به بخش مراقبت های ویژه بودم که از من خواستن یک ماسک حفاظتی به صورتم بگذارم. ناگفته پیداست که این درخواست ناراحتم کرد، چون ماسک تمامی گیریم صورتم را می پوشاند و من قادر به درآوردن شکلک های چهره، امری که نماینگر شخصیت یک دلقک است، نمی شدم. به هر حال وضعیت را درک کردم و اجازه دادم که کارکنان بیمارستان ماسک را روی صورتم بگذارن. سپس پا به پای مادری که اونیز در آن لحظه ماسک به چهرهش زده بود برای دیدار پسرش وارد اتاق مراقبت‌های ویژه شدم. 7 نفر اطراف تخت پسر بیمار استاده بودند. بعدها دریافتم که یکی پزشک بود، یکی پرستار، یکی پدر بزرگ، یکی مادر بزرگ، یکی برادر بزرگتر، یکی خواهر و آخری پدر پسر بیمار بود. همه ماسک بر چهره داشتند و از چهرهشان غم و اندوه می‌بارید. پسر 6 ساله روی تخت دراز کشیده بود و چندین شلنگ به بازوها و داخل بینی او وصل شده بود. چشمان پسر بسته بود و صدای ضعیف نالهش به گوش می رسید. نظری به دور تا دور اتاق انداختم و به چشمان هر یک از حاضرین نگاه کردم و از کارت شناسایی موجود در روی سینه مرد فهمیدم که پزشک معالج است. نگاهی به صورتش افکندم و از تکانهای سرش متوجه شدم که می توانم به تخت نزدیک شده و با جیمی صحبت کنم. کنار تختش که قرار گرفتم، با صدای آرام چندین بار نام او را به زبان آوردم. جیمی سرش را به طرفم برگردان، اما چشمش را باز نکرد و همچنان با ناله های خفیف خود ادامه داد. دست راستش را میان دستایم گرفتم و گفتم: سلام جیمی، من هومر دلقکم و برای دیدن تو به اینجا آمدم. چون شنیدم که دلقک ها را زیاد دوست داری، چشمانش در یک چشم بر هم زدن باز شدن. چند ثانیه بیان که حرکتی کند، ما تو مبهود به من خیره شد و صدای نالهش هم قطع شد و حرف زدن به او ادامه دادم و گفتم: بهم گفتن که تو اینجا بستری هستی و من هم آمدم سلام بهت بکنم.
او در این لحظه تبسم میکرد و باره میگفت: سلام هومر، من شما را خوب به خاطر دارم. لحظه ای که جیمی زبان به سخن گشود، صدای نفس های بریده چندین نفر در اتاق به وضو به گوش رسید. و انگامی که من به صورت یکایک آنها نگریستم، متوجه جاری شدن سیل اشک از چشمانشان شدم. سرم را دوباره به طرف جیمی برگرداندم. او به آرامی ادامه داد: من یکی از نمایش های شما را دیدم، منو به خاطر داری؟ او به او پاسخ دادم که البته به خاطر دارم و اینکه از دیدن مجدد او بسیار خوشحالم. این حرف من او را بسیار خوشحال کرد و با پدر و مادرش نگاهی انداخت و گفت: بابا ماما، هومر منو به خاطر داره. درست در همین لحظه بود که من می بایسته احساسات خودم را دقیقا کنترل می کردم، چون نباید به خود اجازه می دادم که جیمی متوجه ترکیدن بغض گلویم و حزن و اندوه فراوانم شود. فوری دستم را توی کیسه ای که همراه داشتم بردم و هدیه کوچک از آن بیرون آورده و او دادم. هدیه های من هم کادو پیچی شده بودند تا کودکان از باز کردن آن لذت ببرند. اما تا متوجه شدم که این کار از عهده جیمی خارج است، چون لوله هایی که به دست ها و بازوانش بسته بودند مانی این کار می شد. به همین خاطر با آرامی دست راست او را یعنی دست راست خود گرفتم و نمود کردم که دست باز کردن به او کمک می کنم. در حالی که دوتایی مشغول باز کردن کاغذ کادویی بودیم و صحبت خود با جیمی ادامه دادم و او گفتم که با باز کردن بسته کوچک کادو چه کار عظیمی انجام می دهد. همش می خندید. هدیه یک ماشین مسابقه بود و هنگامی که چشمش به آن افتاد بسیار خوشحال شد. از او سوال کردم: آیا پس از مرخص شدن از بیمارستان به من اجازه خواهی داد تا بار دیگر سری به شما بزنم تا دوتایی با هم بازی کنیم؟ او پاسخ داد که: راست میگی. در این لحظه احساس کردم که وقت رفتن فرا رسیده، هرچند که 10 دقیقه بیشتر در آنجا حضور نداشتم. من مأموریت خود را انجام داده بودم. دلم نمیخواست بیشتر از آن مزاحم آن بشم. جیمی را با آرامی در آغوش گرفتم و گفتم: پس از چند روز دیگه به دیدنش خواهم آمد. و از شنیدن این حرف خوشحال شد و گفت که منتظرم خواهم ماند. دستی یکایک افراد حاضر در اتاق را فشردم. پدر بزرگ، مادر بزرگ و برادر و خواهر جیمی مرا در آغوش کشیدند. پدر و مادر جیمی مرا تا دم در بدرقه کردند و در این لحظه پر احساس در این بخش دیدار من بود. همه زار زار گریستیم. هم دیگر را بدون ادای کلمه‌ای در آغوش فشردیم. نیازی هم به حرف زدن نبود. همه می دانستیم که چه اتفاق خواهد افتاد. در هر حال در همین لحظات شاد اما سخت و دردناک داخل راهرو بودم که بود که دریافتم جیمی در 3 روز گذشته اصلا کلمه‌ای به زبان نیاورده بود و اینکه چرا با سلام هومر جیمی صدای نفس‌های بریده بریده هزار فضای اتاق را پر کرده بود. از پدر و مادر جیمی به خاطر دعوت من برای تسهیم در چنان لحظات تشکر کردم و پس از فروکشی حقوق گریه آمده بازگشت به منزل شدم. خوشبختانه همسرم دی در اجرای برنامه شامگاهی کمکم کرده بود، به همین خاطر هنگام بازگشت به منزل ناگزیر نبودم که رانندگی کنم. صبح روز بعد موقعی که از خواب آشفته بیدار شدم احساس خستگی می کردم، اما از اینکه توانسته بودم در خوشحالی جیمی سهیم باشم احساس خوبی داشتم. عصران روز پدر جیمی به من تلفن کرد و ضمن تشکر از بابت حضور من در بیمارستان اظهار داشت که صبح روز بعد جیمی در حالی که هنوز ماشین مسابقه را در دست داشت جان با جان آفرین تسلیم کرد و همچنان اطلاع داد که خانوادهش تصمیم دارن جیمی را در حالی که ماشین مسابقه در دستش است به خاک بسپارن. من به عنوان یک دلقک معتقدم که وظیفه من استدلال و درک مرگ یک پسر کوچولو نیست. وظیفه من نشاندن لبخند بر چهره مردم است. حضور من در این میان کاستن از درد و رنج کودکان و جوانان همچون جیمی است. همه می خندیم، گریه می کنیم و در غم و اندوه یکدیگر شریک می شویم. و همان طوری که من و جیمی قول و قرار گذاشتیم با همدیگر قول و قرار می گذاریم. روزی من و جیمی دوباره همدیگر را خواهیم دید و با همان ماشین مسابقه ای به بازی خواهیم پرداخت. دان بردا ارائه شده توسط جویل گودمن، نویسنده کتاب سوپی جوجه برای روح خندان. حالا بخشای دیگر از این کتاب که قسمت یکی از جلدهای کتاب ما با هم مطالعه میکنیم، جلد 3 اومشه.
این بود پایان ای بخش و از فردا تا صفحه 196 کتاب ها مطالعه کردیم. فردا میریم قسمت 12 این کتاب و صفحه 197 به ادامه داستان های فوق العاده در مورد مرگ. عزیزا ممنون از اینکه بودین. تا فردا خدا نگهدار، موفق و سرفراز باشین. دوباره با هم میبینیم انشالله.